تعریف درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم پشت پشتکار داشته باشید امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید بنده ابوذر حسنوند اموزاده هستم زب دبیر زبان انگلیسی و با تعریف درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم در خدمت شما خوبان هستیم کاستم کاستم Custom. traditional or usual things that people do in an area رسم سنت کارهای معمول و مرسوم آدمهای یک منطقه دوستان دقت کنید که معنی انگلیسی کلمه به همراه خود کلمه اومده و انتظار میده که دانش آموزان کلمه رو به همراه معنی انگلیسیش ازبر کنند یعنی این کلمات رو به خاطر بسپورید custom رسم سنت so traditional or usual things کارهای معمول و مرسوم that که people do آدم ها انجام میدن این در یک منطقه که آدم های یک منطقه انجام میدن identity 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 who or what a thing or person is ماهیت هویت هویت یک شخص یا چیز دیگر who or what a thing یعنی یه چیز چیه یا یه شخص کیه ماهیت هویت یک شخص یا چیز دیگر reflect 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 to show something نشان دادن انعکاس دادن ریفلکت نشان دادن تو شو نشان دادن انعکاس دادن human kind human human all people all people بشریت همه مردم human kind بشریت all people all یعنی همه people یعنی مردم همه مردم appreciate 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 to value somebody or something قدر دانستن ارزش قائل شدن appreciate قدر دانی کردن قدر دانستن to value somebody or something ارزش قائل شدن value یعنی ارزش to value ارزش قائل شدن هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است بهترین رو براتون آرزو می کنم خدا نگهدارتون ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوذر حسنوند اموزاده Have a nice time and be glad.